Did you call me or no? Okay. What happened? I am not come back to home. What you want? زنه دیگه کیه دیگه کی میگه کی موقع زنگ میزنه کی میگه میگه برگرد خونه خب برو حسینی I نمیتونم عزیزم I don't come back to home understand what not mere now is a finish July August مهریه مهریه به فارسی چی میشه مهریه خوش I want مهریه مهریه خوش فارسیه دیوانه مهریه شو میخواد بدبخ شد What you want? Mihriye? Okay, no problem. Tonight I pay. I take you. Mihriye. Okay. Korma sabzi. Okay, please not inside Iger. این خنگ دهن ما رو سرویس کرده این قرمه سبزی درست کنه توش تخمه ها میشکنه با اشکنه قاطی کرده به مرگ تو اصلا باید قرمه سبزی درست کنه اوکی اوکی فینیش یس اوکی I come back حسینی مهریه چیه؟ من میگه مهریه همو بده یا برگرد خونه زن آمریکایی مهریه؟ مرد ایرانی باید فهیم باشه ما هر زن اتیوپی هم میگیریم مهریهش رو میدیم بله. تو پول داری مهریه بدی؟ من که پول ندادم خنگم مگه پا چی دادی مهریه؟ من 3 جامو دادم جای مهریه حسینی مغزتو ندی یا؟ مغزتو ندی یا؟ یزیدتو اون مغزو که اول دادم که مخشو زدم به جرده ما مردم اون مغزو دادیم خب مغز ندی؟ نه 3 جا رو دادم بهش گفتم که چی؟ 3 جا تو؟ سه جای بدنمو دادم بهش دیگه تا یعنی یه جا دیگه هم دادم یادم نیست سه جا چی تو دادی؟ دو جا بدن لنگ چپمو دادم دست راستمو چش چپمو حسینی مگه میشه؟ قانون تو ایران دیگه بعد الان اینجوریه دیگه پول نداری باید یه جایی تو بدی واسه مهریه او نه حسینی برو کجا برو تو اینا نرشی به درد نمیخوری دیگه فرزان آرمو برو خسته میشم یعنی حیف این مدت 54مین 47مین 46مین برنامه است داریم با هم میریم یعنی تو حاضر نیستی یه لنگ تو به جای دست راست من بدی من دیگه بیوانه کردی بله دیگه تو این همه جنس به درد نخورد داری خب بده دیگه حسینی این چه رفاقتی منو سو داریم لنگ بشتی زیر باشه ببین من یه دست ما اگه ندم یه لنگ نشوشیم ما دو تا سیاست مدار با یه لنگ کس نمیده؟ نه خیلی مظلوم میشیم مردم کمک میکنن خیلی عظمت داریم حسینی دیوانه ای تو واقعا حسینی برو باید قرمه سبزی هم درست کرده ببین من واقعا اگه شده این سجارم بدم میخوام پیش تو بمونم واقعا دلم برای تنگ میشه حسینی برو برم برو نگاه میکنیم به سرخط خبرها خانم آقای سلام بر شما این آخرین برنامه سیزن یک از میهمان ویژه را نگاه میکنید خانوم ها آقایان سرخط خبر بله سرخط خبرها رو سلام کردیم به خدمت بینندگان عزیز عرض ادب میکنیم خدمتشون انشاءالله که موفق و مایت بشه خوشحالیم که این برنامه رو نگاه میکنید جمعه است بله و ساعت 20 دقیقه به 8 لس آنجلس برنامه سر زنده برای شما پخش میشه آقای ویلیام هیک آقای حسینی وزیر امور خارجه انگلیس اعلام داشتن که آماده بهبود گام به گام رابطه با ایران هستیم یعنی بریتانیا آماده بهبود روابط به شکل گام به گام هستند مستر هیک من میتونم سوال کنم در این آخرین برنامه که گام به گام آخه گام به گام گام داریم تا گام چند اینچ گام روابط بد خوب شه حسینی به جون تو
چند فیت گام قراره گام به گام خوب شه یا چند اینچ اینچ باید خوب شه؟ دفعه کنم یه دفعه یه شبه خوب شه. خوب ما اصلا ما مردم یه شبه این دیگه آه؟ ما یه شبه قیام میکنیم یه شبه ساکت میشیم. مثلا راست میگه، اینم راست میگه. شاید کنگره آمریکا امروز بحث درباره تشدید تحریم ها علیه ایران را شروع میکند، یعنی شروع کرد امروز آقای حسینی و خانم آقایان. این طرح به خریداران نفت ایران توصیه میکنه اونا رو وامی داره که 1 میلیون بشکه نفت کمتر بخرن از ایران روزی. بله روزی، روزی 1 میلیون بشکه نفت کمتر بخرن. ذره ذره این ما روزی 1 میلیون بشکه نفت میدیم بیرون. 1 میلیون خیلی ما که ارزه نداریم 3 تا بشکه نفت بریزیم تو چاه دوباره ذره جای جوری روزی 1 میلیون داریم میدیم، کجا داریم میدیم بیرون؟ و یه چیزی که من جمله اول نفهمیدم، کنگره آمریکا امروز یه طرحی رو برای تشدید تحریما علیه چیکار کرده؟ تحریما رو در برنامه گذاشته دیگه. نه چیکارش کرده؟ تشدید کرده. من فکر میکنم که باید با باراک یه صحبتی بکنیم. اینا فکر کنم چون انگلیسی هست آمریکایی آمریکایی حرف میزنن اصلا تشدید رو نمیفهمن. بجونه مثلا میگیم آی باراک حسین اوباما، مثلا مخ کم یعنی مخ محکم، تحکم تحک یعنی که کم دوبار میشه، تشدید یعنی تشدید. و بر شما جناب بفرمایید آقای حسینی فکر کنیم شما جونم. الو آقای دلجو، آقای حسینی عزیز، درود بر شما. سپاسگزارم که زنگ زدید، محبت کرد. حالتون خوبه؟ قربونتون برم، شما خوبه انشاءالله. مرسی. آقای حسینی الان یه چیزایی شنیدم شما گفتین آخرین برنامه ما، دلم بررید. قربونتون برم، سیزن یکیش تمام شد دیگه، ما الان 46 تا برنامه رفتیم و آخرین برنامه‌ای که تقدیم بینندگان عزیز میشه دیگه دست. پس آدمای مثل ما، ما دری که من از هفته ها میشینن که لایو شما رو در دروسه ببینم، خدا رو خوش میاد. ما دوستتون داریم. به حال ما هم زورمون رو واقعا زدیم، یعنی تا اونجا که در توانمون بوده زورمون رو زدیم. و عرضم حضور شما که آخرین برنامه به خاطر اینکه آخه 46 تا برنامه رفتیم دیگه، یعنی واقعا 46 تا رفتیم. اون یه چیزی ده، برنامه شما چیز دیگه یه، یعنی عمر رو گفتن زمین گیر شدم من اصلا دیگه از پاگیری گذشته. آخه یعنی میشینم روی همینطوره، ولی خب کاش موقعیت داشتم میتونستم واقعا. حیف این برنامه. قربونتون برم، مرسی همینقدر که نگاه کردید، محبت داشتید. از همه عزیزانی که واقعا میتونم با شما رو سپورت کنم به خاطر مادرای مثل ما که امیدمون به شما. قربونتون یک جلوت داری عزیزم، قربونت برم. سرابان کالا به حال سرام ده کالکشن و دوستان عزیز زحمت بسیار کشیدن، به حال 46 برنامه رفتیم دیگه، یعنی دیگه آخرین برنامه است که تقدیم شما میشه. خب سیزن 2 رو دربارش وقت فکر کنیم آقای حسینی. سیزن 2 یعنی همه باید با هم فکر کنیم. آره ولی سیزن 2 آقای دلجو واقعا هم حالا قرار بودی خبرها رو بریم، ولی در حال حالا که چیز شده سیزن 2 واقعا اگر شرایط ما این برنامه چند فکر برنامه دونه هیچ برنامه چند تموم شد برامون؟ دونه 72 سنت 67 سنت. راست میگی؟ یعنی 67 یعنی هر برنامه 45 دقیقه‌ای نه 67 سنت درآمد داشتیم. برای فقط این برنامه خاص. ما تمام زورمون رو زدیم، یعنی که نظر توان کاری و چیزی تا اونجا که در توانمون بود سعی کردیم که شما شاد بشین. لبخند رو لب شما 10 میلیارد برای ما ارزش داره. مرسی که به هر حال تماس گرفتیم. بریم به سراغ صفحات خبرها. خب سخنگوی وزارت امور خیلی لطف کردی بانو تلفن جواب بده. سخنگوی وزارت امور خارجه آقای عراقچی. آقای عراقچی سخنگوی خارجه ما یا عراقه؟ نه بل ما هستن. چه اسمش عراقچی رو قن؟ این تنها کسی که واقعا عراقچیه و اسمش روشه، بقیه روسیچی. ما اصلا روسیچی داریم؟ نه الان خیلی از مسئولین روسیچی هم مال روسن. خب ایشون اعلام کرده که از طرح جدید تحریم های غرب ایشون انتقاد کرده و گفته که ما تردید نداریم که این تحریم ها یک سیاست شکست خورده است. تلفن جواب بده. چرت و پرت نگو دیگه، رخش دیگه. بعضی مملکت سلام بر شما جون بر فرض شدن برای خودش. سلام عزیزم. سلام آقای فرزان دلجو. سلام آقای حسینی. سلام، سپاسگزاریم زنگ زدید. حالتون خوبه؟ متشکرم آقای حسینی. بعد ما اگه دلمون تنگ بشه شما رو کجا ببینیم؟ ما دوستتون داریم، ما که هستیم فعلا در خدمتتون هستیم دیگه. بهار 46 هفته برنامه رفتیم. فرزان عزیز خیلی لطف کرد واقعا تو این شرایط و تو این فضا و اینا. و بهار ما دوستتون داریم. امروز آقای حسینی برنامه های دیگه
با امید خدا. حالا هست که حالا شما رو کجا میتونیم ببینیم؟ از روی سایتتون ببینیم دوباره برنامه‌ها. تاپ استریپتیز رو ببینیم. آره ساعت استریپتیز رو ببینیم. زنده لایو در خدمتتون هستیم از پاییز امسال عزیزم. من از سیاتل زنگ میزنم. بله حتما میام خدمتتون در سیاتل عزیز. هیچ وقت تلویزیون و سینما و اینا نه میرم نه میبینم ولی عاشق برنامه شما دو نفره. لطوس دوستتون داریم. مرسی قربونت برم. خیلی لطف کردید. مرسی فدا. سپاس برنامه بعد جواب میدیم. جواب میدیم دوستان عزیز. خدمت عرض کنم که آقا حسین 4 میلیون تن مواد غذایی و دارویی به دلیل اختلاف بین مقامات وزارت بازرگانی و بانک مرکزی همینجور رو هوا مونده، ممکنه فاسد شه. دعوا دارم هم دیگه سر چی؟ برای اینکه میخوان تاریخ مصرفش بگذره دیگه. پرسندش رو که گرفتن درد مردم درد. ببین آمریکا درد مردم ایران رو درک کرد، دارو رو آزاد کرد. بله. و خیلی ها همین تو همین کشور ما مشکل دارو دارن و سر پورسانت بزن بزن پول. شما نگاه کنید مسئولین اونجا گذاشتن 4 تن دارو و فاسد. سلام بر شما، شب بخیر، جونم بفرمایید. درود بر دو هنرمند عزیز. سپاس آقای درجو و آقای حسینی. قربونتون برم، مرسی که زنگ زدی. آقای حسینی، آقای درجو، اگه از نظر مالی هست بگید ما ملت ایران که تو آمریکا هستیم بهتون کمک میکنیم. طور خدا برنامه‌تون ادامه بدید. خیلی لطف دارید و مرسی از اینکه محبت میکنید. دوست داریم ایشالله. ما حالا تو شرایط برنامه چیزیم ولی واقعا دنبال چرا میخواید قطع کنید؟ خدمتتون عرض کنم، من عرض کنم امروز در بسیاری از کیبل ها دوست عزیز سی بی اس آقای حسینی و دوست عزیز رو بسیاری از کیبل ها برنامه قطع کرده، میگه ما نیاز به کمک مالی داریم. سی بی اس کمک مالی داریم. یه تلویزیون و همه تلویزیون های ایرانی که شما ملاحظه میکنید با سختی دارن تلاش میکنن. 3000 مرتبه شکر تو امروز استادیم در خدمتتون. این محبت شما بودی که ما رو نگاه داشته. به هر حال تلویزیون هزینه داره. این برنامه ویژه که ما کمک میکنیم. لطف داره، قربونت برم، مرسی. حالا من ان شاءالله تا آخر برنامه پاسخ شما رو خواهم داد. خیلی لطف کردید. تماس داشته باشید با ما. تماس داشته باشید. یک دنیا برای من ارزش داره. بعد از برنامه ها تماس داشته باشید در خدمتتون. فدای شما. قربونت مرسی، قربونتون برم. جواب بدید. جواب بدید. تلفن اشغال همه. خبرها رو بکنید. خبرگزاری سوریه گزارش میدهد آقای حسینی. خبرگزاری از وبتون آقای حسینی که بنده اینجا هستیم، بعد از برنامه تماس بگیرید با هم دیگه صحبت کنیم. بشکافیم برای شما. به هر حال این برنامه 44 برنامه 46 برنامه 46 برنامه در خدمتتون هستیم بودیم. ببینیم چی میشه. با امید خدا. نمیتونم جواب تمام 16 خط اشغاله. سلام بر شما، شب شما بخیر. برنامه دیگه نرفتیم. شب شما بخیر جونم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. سلام آقای حسینی. قربونت برم، چطوری؟ خوبا. از کانادا زنگ میزنم. بعدش هم اسم کوچیکت یا هستم. جونم قربونت برم، زنگ زدی جونم. دوستم برنامه‌تون تموم میشه. اسم چیه خوشگله؟ ایلیا. ایلیا جان مرسی، قربونت برم. ایلیا جان باهات صحبت می‌کنیم بعد بعدم صحبت می‌کنیم. مرسی که زنگ زدی، ما هم خیلی دوستت داریم. به هر حال ایلیا جان 36 تا برنامه رفتیم. ساختار برنامه برای سیزن 2 ما باید دو تا ادیتور بگیریم. این یه حرفیه که ما شروع وقتی این سیزن این قسمت تموم میشه برای زیبا شدن برنامه باید یه سری کارایی کرد واقعا. یعنی من نمیدونم، من اصلا برنامه من ندیدم که ما برای سیزن 2 باید کاری کنیم که شما بیشتر حال کنیم، بیشتر بخندیم، بیشتر لذت ببریم. یه سری امکانات چیزی هم داره. خب بریم سراغ سرخط. خب تلفن جواب بدیم، یه جواب بدیم. میخوای جواب بدیم؟ جواب بدیم. سلام بر شما، شب شما بخیر جونم، بفرمایید. امروز شب درد دل آقای حسینی. سلام بر شما جونم، بفرمایید. من خواستم با آقای حسینی بگم که اس هیچ بار ارزشی رو با خودش هم نمیکنه. ایشون که از آقای عراقی حالا کوفت و زهرماری هست، من اصلا موافق ایشون نیستم. شوخی کردم، شوخی کردم. خود ایشون که سیده که اگه بریم بگردیم میبینیم که تو سابقش کجاست. یک گره ممنون از محبتتون. ما پنجا نسل ما ایرانیه. مرسی از اجازه بده توضیح هم واسه شده. پنجا نسل ما ایرانیه، قربونت برم. و پنجا نسل من که ایرانیه. یارو یه نفر میاد تو ایران، میاد تو آمریکا، یه شب اینجا بچه دارم که میشه بچهش میشه آمریکایی. من 50 نسل نشان میده که 50 نسل گذشته من ایرانیه و جزء سیدایی هم هستم. که الان خودم که سید پدرم مادرم احترام براشون قائلم، اون نگاهی که به سعادت دارم منم تازه ندارم.
ولی حداقل اعتقاد داریم که باید برای خاکمون کشورمون زحمت بکشیم. یک تاجی به عراقچه منظور من این نبود، منظور من که بعضی از کلام ها مثل روسچی، یعنی نگاه همین چینچی، آره چیچی، یعنی که چینچی، آره یعنی که منظورم شوخی نگاه به مسئولینی که روسی هن، از روسا دارن پول میگیرن. سلام بر شما جونم، به نفت ما رو میدن سوریه و لبنان. سلام از کردم جام دلجو. سلام بر شما ایزم، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ سلام جام حسینی، قربونتون برم، خسته نباشین. شاپور هستم جام دلجو. شاپور جان خیلی لطف کردین زنگ زدید. جام دلجو ببخشید من زمینتون شدم، من میخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، ولی این مسئله که الان شنیدم که این برنامه رو میخواین من کلوزش کنیم، نمیدونم. من خواستم خواهش بکنم که حداقل امشب خواهش بچه دی عزیزم. شاپور جان تمام تلفن همش خاله. شاپور جان مجددن بگی، قربونت برم، مجددن بگی. سلام بر شما، کتا مختصر بفرمایید عزیزم، بریم سر کار رو، خیلی کار داریم، خیلی کار داریم. سلام بر شما جان. الو خسته نباشید، حال شما چطوره؟ سپاسگزاریم زنگ زدید، قربونت برم، لطف کردیم. خواهش میکنم. ما البته تشکر میکنم از برنامه تو، ما خیلی وقت نداشتیم برنامه شما رو همیشه نامم، ولی هر وقت وقت کردم از کانادا زنگ میزنم. مرسی. یعنی ما ایرانی عادتمونه همیشه روی مزارا گریه بکنیم، قبل تا اون روزی که هست و هستن زیاد تو فکر بیدیم. اما به نوبه خود اگه امکانش باشه کمک از دست من هم در بیاد، حتی من که توان مالی محدوده، ولی اگه بگیم برنامه‌تون چجوری میتونه همین نحو هم ادامه بکنه توی برنامه های خرابی دور زمانه، این برنامه شما واقعا لذت بخشید. بهتره شده، همین که هست خیلی عالیه. بعد از برنامه زنگ بزنید، در دل میکنید. خیلی لطف کردید، محبت کردید، ممنونیم که تماس میگیرید. به هر حال آخرین برنامه واقعا سپاس فرمودن جواب بدید. برای سیزن دو، خب برای سیزن دو خانم آقایان، این برنامه همون که آقای حسینی دوست عزیز بنده اعلام کردن نیاز به تغییر و تحول اساسی داره. باید به گفته حسینی عزیز سید محمد، باید این تغییر تحول خودمون راحت ترین که خودمون لذت نه، لذت شما، خنده شما، خوشحالی شما، آگاهی شما منعکس میشه به این سو. به همین جهت در تلاش هستیم که ببین چیکار میکنیم. به هر حال بعد از برنامه کسانی که لطف دارن میخوان صحبت کنن، نظر بدن، انتقاد کنن و از برنامه میتونن زنگ بزنن. تموم میشه، من آقای حسینی هستیم در خدمت، تو یک ساعت هستیم در خدمتتون و صحبت میکنیم. خبرگزاری سوریه آقای حسینی گزارش داد که خبرگزاری سوریه بله. که تهران توافق کرده، تهران تا در ازای حق سرمایه گذاری در مناطق تخریب شده ویران شده سوریه رقم معادل 4 میلیارد دلار نفت بده به سوریه. در باید جزئیات صحبت نکرد، چی کار میخواد؟ جزئیاتش من به شما میگم. بفرمایید. نوشته 4 میلیارد نفت داره میده به سوریه. بله. اصلا نفتی در کاری، 4 میلیارد داریم کمک کنیم سوریه. به جونتون به کسی بری نگو، مردم نباید بفهمن فرزان جان این موضوع رو، بین من و تو میمونه فقط. اوکی. خب خبرگزاری رویتر اعلام میکنه که آقای پوتین با آقای روحانی نخست وزیر منتخب در قرقیزستان ملاقات خواهند کرد. یعنی چی که دقیقا یعنی این که قرقیزستان با این دوتا ملاقات میکنه. خب سلام بر شما، خوب برسید آقای برنامه. سلام بر شما جناب، بفرمایید. سلام عرض کردم. زنگ زدید قربان. من از سندگو زنگ میزنم، اسمم حمید هست و میخواستم بهتون تبریک بگم برای اینکه بخواید این برنامه رو قطع بکنید، برای اینکه 46 تا 47 برنامه شما اجرا کردید و دنبال اسپانسر میگشتید و اسپانسری پیدا نکردید. خب این خودش خیلی جواب خوبیه براتون دیگه. نه اسپانسر هم سایز وقتی داریم. آره اسپانسر پیدا نکردیم، دلایلش هم خیلی ساده است عزیزم حمید جان، قربونت برم. در نکته که نه ایشون بعضی موقع بعضی مطالب جملاتی پشتشه که باید توضیح داده شه. اوکی بفرمایید. اسپانسر تو این برنامه پیدا نشد به دلیل اینکه من یه پس‌زمینه سیاسی دارم عزیزم. در پربیننده ترین برنامه بودن این برنامه شک توش نکن، جیگرتو برم. من تو تلویزیون ایران کار کردم، مخاطب شناسیم خیلی خوبه، اطلاعاتم دارم، تلفن ها مشخص بوده. اگه میخوای تیکه بندازیم این وسط خیلی رک بگیم، من لس آنجلسی نیستم، من از ایران اومدم. وقتی با جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات ایران درگیر میشم، یعنی رحم نمیکنم بهش. اگه تیکه داری میندازی تو این برنامه که یعنی برنامه‌تون خوب نبوده، کمدی این حرف نه عزیزم. اسپانسرها میرن ایران میان، ما هم خیلی هاشون منو دوست دارن، فرزانم دوست داره، تو شبکه‌های دیگه هم دارن تبلیغ میدن.
اصلا این شوخیه نیست. یه پس‌زمینه سیاسی مشکل روحی روانی حسینی داشته و این شرایطش هم اینجوریه. ولی من حرفا میزنم. من از ایران اومدم حرف بزنم. جیگرتو. من نفهمیدم چی شد حسین. تیک من به هر تون تلویزیون دیدم شما منم میگم. تیکش این بوده که یعنی که من اینو اینجوری برمی‌دارم، اینجوری برمی‌دارم. یا این که منظورت اینه که قطع داریم می‌کنی منظورت چیه؟ بعد پاسخ بدی. ما هم تعارف کسی نه قوم ادمه یادمه میاد. سلام بر شما، شب شما بخیر. درود بر دو مرد بزرگ. من از سان دیگو زنگ میزنم و خواستم معذرت از این مردی که بخوام به شما توهین کرد. من معذرت میخوام. اوکی. دوست دارم. نه من ناراحت نمیشم. تو میدونی اگه بیننده من تو ایران بودی تا حالا یا نه؟ من بودم و خیلی هم برنامه‌تون رو دوست دارم و شما واقعا گوره. میگم بعضیا خب شور اجتماعیشون نمیرسه مسجد برنامه. ولی ما من همه حرفم اینه، تو ایران هم دیدی من اعتراضمو کردم اجتماعی، البته جرئت نداشتم میکشتنمون که، ولی واقعیت اینه که ما اصلا من آدم سیاسی نیستم. من شما برنامه‌تون خیلی جالبه، خیلی قشنگه. من بازم معذرت میخوام از این شخصی که از سان دیگو، خودم سان دیگویی هستم. دوست دارم. مرسی دوست دارم. من میگم ریتم برنامه رو بریم. سلام بر شما دو تا تلفن 16 تا خط همینجوری زنگ میزنه. سلام بفرمایید. سلام آقای دلجو. سلام آقای حسینی. سپاسگزاریم زنگ زدید. من الان داشتم برنامه‌تون نگاه می‌کردم، از سان دیگو زنگ می‌زنم. لطف دارید شما محبت کنید. آره این هر کسی به اندازه شعورش صحبت می‌کنه. لطف دارید شما. نتیجه شعورم تزریقی نیست دیگه. نه دیگه چرا آقای دلجو، نه به مرسی عزیزم، چرا شوخی می‌کنی شما؟ جانم. نظرش بیخود، نظرش شوخی نداره ما به کسی. نظرش احترامه. ببین عزیزم یادت باشه یه جمله به بینندگان عزیز بگم من. اگر اشتباه میگم میگن حسینی اشتباه میگه. تو حالا جور رود میشه، یعنی از نظر شخصیتی رود میشه زنگ بزنی رو آنتن تلویزیون؟ نه. زنگ بزنی خالتی اینا نشستن به یکی فوش رکیک بدی؟ نه. شأنیت ایرانی اصلا نیست. بله. کسی که جرئت میکنه میاد رو آنتن تیکشو میندازه میره، من رحم نمیکنم. 3% ملت ایران عوضیان، 97% آدمای خوبیان. من رحم نمیکنم آقای دکتر. آخرین برنامه دوستم دارم، ما جزو 97%ایم. ما محکم جزو 97% ملت ایرانیم که جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات با این 3% میخواد بیاد به ملت بفهمونه که ما ملت نمی نادانیم. ملت ایران همه عوضیان، ملت ایران همه دو... نه آقا ما 97% ما خوب هستیم. و منم عذرخواهی میکنم، من کاراکترم همینه، منو نمیتونه عوض بکنه. اگه قرار بود که پاچه خاری کنم تو همون ایران میموندم قربونت برم. و من با نظر آقای دلجو مخالفم. ایشون یه تیکه انداخت، دوستش هم داریم، احترام براش قائلیم، نظرش منم نظرمو گفتم. و ایشونو چرا یه خانم هم نظرشون گفتن؟ آره ولی سلام بر شما جونم. تلفن گور گرفته آقای حسینی، چه کنیم؟ بعدی برنامه خود اضافه بریم اینا. سلام بر شما، شب شما بخیر جونم. بفرمایید جانم. جانم عزیزم درود بر شما. سلام بر شما، سپاسگزاریم زنگ زدید. لطف کردین زنگ زدید، قربونتون برم. بفرمایید جونم. جناب حسینی عزیز جونم، شما اگر ما ملت درستی بودیم حالا این مملکتمو به این وضع نیفتاده بود. به جان تو هستیم. متاسفم از این آقا که میاد تیکه میندازه. ببین واقعا متاسفم. من اینقدر ناراحتم که شما میخواید برنامه‌تون رو قطع کنید. هر کمکی بخواید ماها باید به شما کمک کنیم و این روی آنتن باشه، چون شما دارید کار سیاسی انجام میدید با این مشکل شما. من همینه تو این شهر صد درصد. شما به خاطر چی ایران رو ترک کردید؟ به خاطر اینکه بیاید در برابر جمهوری اسلامی. 25,000 دلار من درآمد داشتم ماهانه. میدونم، من میدونم جناب حسینی، پول اصلا مهم نیست. درود بر شما، درود بر شما نازنین بانو عزیزم. باز برنامه من آقای حسینی اینجا هست در خدمت شما. هم دیگه درد بده صدای من باید به ایران برسه. حالا فرزان عزیز شبکه‌ش هم خراب کرد سیاسی، حالا هر کاری کرد. نه بابا تعارف ما نداریم با کسی. صدا هم بشه میرسه خدمت بینندگان عزیز. عرض کنیم که برنامه خود ریتم برنامه چیز کنیم، تون کنیم. نمیشه حرف بزنیم، حرف نزنم آقای حسینی، نمیشه. ببینم برای این چشات دونه چشات ببین. خب نگاه میکنیم به آقای سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آقای میدونید که یک شنبه مراسم تحلیف آقای روحانی هستش. بله مراسم تحلیفشونه. شانس آوردن ایشون. چرا؟ چون برنامه داره تموم میشه وگرنه. نگاه میکنیم به میهمانانی که ایشون دعوت کردن بر مراسم یک شنبه و تحلیف ایشون هستش، تحلیف ریاست جمهوریشون. نگاه آخرین خبرها از میهمانهای خارجی مراسم تحلیف ریاست جمهوری.
تقریبا حدود 45 کشور و حتی چند تایی هم شاید بیشتر بشه اعلام آمادگی کردن که در این مراسم شرکت بکنه. حدود 10 کشور تا الان در سطح رئیس جمهور هستن، چند تایی در حد در سطح نخست وزیر، فکر میکنم 6 هفتایی در سطح رئیس مجلس، 4 5 تایی در سطح معاون رئیس جمهور و حدود 7 8 10 تا وزیر خارجه و به همین میزان یا شاید بیشتر هم وزرای دیگه غیر از وزیر خارجه. تصور ما این هست که حدود 400 خبرنگار خارجی تقریبا مراسم رو پوشش خواهد داد. خیلی باید بعد بیمونه خیلی رزده نمی کنید ما رو خانوم ها آقایان عزیزان. سلام بر شما. الو جانم. الو. الو جونم. الو قربانی. بله قربان بفرمایید. جان نخم خسته نباشید آقای دلجو آقای حسینی جونم. شما قربان. بسر گلم. بده کن. بسموسم سلام باشید. مرسی که زنگ زدید. فضلت باشم من ناشیم دلستم زنگ زدم. بذار بگم اولا به شما نمیاد عصبانیت. نوبا ما هم تقصیر خودت بود. چرا گفت که آخرینه؟ همه اون عصبانی کردی. فداشتم. بود داری قربونت برم. سپاس فراوون از محبتت. سلام بر شما جونم بفرمایید. راست میگه. جونم. سلام حالتون خوبه؟ سپاسگزاریم زنگ زدین. بفرمایید. سلام آقای حسینی. سلام قربونت برم. لطف کردین. خوب هستیم. سلام. ما همیشه برنامه شما رو تو ایران نگاه میکردیم. شما رو خیلی دوست داریم. انشالله که همیشه خوب باشید. و برنامه خیلی خوبیه. انشالله که همیشه همینجا بمونیم و شما رو زیارت کنیم. اصلا هم به حرف دیگران گوش ندید. اینجا لس آنجلس همه حرف خودشونو نمیزنن، از دیگران انتقاد میکنن. درست. اصلا ناراحت نشید. من این رو زنگ زدم، یه کانالی بود از آقای مهران مدیری طرفداری کنم، همه به من هرچی فوش رکیک بود دادن. اوکی قربونتون برم الهی. مرسی عزیزا. خب مرسی زنگ. آقای حسینی جونم تلفن جواب بدید. من اصلا عصبانی نیستم. کسانی که نمیتونن موفق نمیشن که صحبت بکنن. ببخشید من فقط یه سرعتا ببینید ما عصبانی شدی؟ نه به خدا. ببین بعضی آدم دردش میگیره. ببین من صادقانه ما مندایی داده که طرفدار زکریا بودن. بله ببین ما بهایی رو داره اذیت میکنه، زرتشتی داره اذیت میشه، مسیحی داره اذیت میشه، مسلمان اذیت میشه، شیعه اذیت میشه، بله بروجردی سنی اذیت میشه. من میگم که آدم همیشه پول نیست، آدم باید احترام بذاریم ببینیم که آدما برای چی. ببین جمهوری اسلامی نتونسته من بگه که دلیلی نتونسته پیدا کنه که من مدرکم دارم از جمهوری اسلامی، از تلویزیون دارم طلب دارم، دنبال پولم نبودم. ولی واقعیت اینه که آیا ما تو این برنامه هدفمون اینه که بتونیم یک کلام دو تا کلامی که بعضی این شبکه‌ها نمیتونن حرف بزنن بزنیم. بیشتر این شبکه‌ها هم اینجا اصلا 4 5 شبکه اینجا این بدبختا همه 8 شبکه 9 شونه. بله شرایط سخت. یه خانم چند روز پیش میگفتش که شما از زیاد آبایی اومدی بیرون، با زیاد آبایی مشکلتم. بابا زیاد آبایی دارم وطن پرستی، من خیلی دوستش دارم. مشکل شخصی ممکن داشتم با شبکه با اطرافیانش داشتم، ولی خود زیاد آبایی آدم واقعا وطن پرستی. خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز، عزیزان، نازنینان، لطف دارید، محبت دارید. کسایی که میتونن موفق میشن نمیشن، تلفن اشغاله چون ریتم برنامه میفته بعد پاسخ بدید. بعد از برنامه من حسینی از اینجا هستی پاسخگوی شما خواهیم بود. میشه تماس بگیرید. خدمتتون عرض کنم که تمام تلویزیون 24 ساعته در خارج از کشور هستن. ببینید کسانی که به هر حال بودجه‌ای میگیرن، یه جا توی اروپا و اینجا بودجه‌ای میگیرن، اونا حق ندارن رئیس جمهور اعلام کنن، حق ندارن گروه سیاسی اعلام کنن، حق ندارن اپوزیسیون معرفی کنن. این کارو میکنن. وقتی پولش از جایی داره میگیره یعنی یه هدفی داره. این حواسمون باید باشه. یعنی میتونیم برنامه‌هاشونو ببینیم، بخندیم، حال کنیم، لذت ببریم. خب حسینی دیدی میگن که گربه رو دم حجله بکش. این یه حرف بی خودی بوده، خیلی بی خودی قدیمی دیگه. بوده آره. چی بگم؟ یعنی چی؟ یعنی چی گربه رو دم حجله بکش؟ از مردای فهیمی مثل من و تو دیگه اینا دوره. نه واقعا به یه عروسی نگاه میکنیم، یه عروسی اول نگاه میکنیم در کشورمون، شب عروسی اکنون داماد داره عسل میذاره در دهان عروس. این کارا هنوز هم هست؟ بله سنت دیگه. نگاه کنیم، میریم ایران نگاه میکنیم عروسی. بله دوباره اینو بذاریم بچه ها نیا کنیم گذاشت دختر یه عروسی خود زن رو که انگوشت داماد رو گاز میزنیم، از سمانیش زد تو گوش دختره، زد تو گوش عروس. داماد شب عروسی سر سفره عقد حال تحتش هم میکنه و غر کرد، به میخواد غر کنه. نمیخوام آقا، من این میگین من نمیخوام اینو. بلند شد، میخواد بلند شد میگیرنش. نکنی انگشت میذاره دهن این دخترک میذاره عروس میذاره با چک تو گوشه این. یه همچی کاری اگه در این سوی دنیا بکنن همینجوری داماد و دست بسته و کت بسته میبرن دیوانه خانه. خب بعد بعدا میشه عروسی به هم میذاره. سلام بر شما جونا بفرمید.
سلام علیکم. فرزاد جان، سلام فرزاد جان، ببخشید من متاسفانه تلفنم قطع شد. نه جان معذرت میخوام، عذر میخوام، من تلفنم قطع شد داشتم صحبت میکردم. سپاسگزارم. من فقط یه نکته رو میخواستم خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. میدونم که بحث داریم، فقط خواهش میکنم که امروز رو فقط میدونم آقای دلجو، خیلی جناب دلجو آدم خوش به حیایی هستن. مامان جون تو رو نمیگم، تو خیلی پرویی. شوخی میکنم با تو ولی واقعا میگم اینو، واقعا بیان یه برنامه بذاریم مثل نمیشه تلویزیون های دیگه، ولی واقعا ببینیم که چرا این برنامه برقرار بشه. واقعا دوست نداریم برنامه قطع بشه و دوست داریم هر شب شما رو ببینیم. عادت کردیم اگر که راه حلی، نمیگیم کمک، نه، راه حلی هست اینو خواهشن یه کوچولو اعلام بکنیم که چه کسانی چه کارایی میتونن انجام بدن بلد. که ما بتونیم این برنامه رو میگن از نخورده بگیر، میگن از نخورده بگیر بده به خورده. ما بیشتر شما رو دوست داریم، شک توش نکن، دوست داریم. باز برنامه زمین زعیز صورت من دیگه میکنه جواب بگیم تلفون رو خدمتون عرض کنم که لطف کنید، لطف کنید. سلام بر شما، خیلی کار داریم آقای حسین امشب. بزن زیاد تمرفی اشکال نداره. سلام بر شما جونم، بفرمید. سلام بر شما آقای حسینی، میخواستم بگم که این آقای دلجو چند 30-40 سال اینجا تو لس آنجلس داره زندگی میکنه، این از این ضربا زیاد خورده. نگاه کن چقدر راحت نشسته، همه چی رو داره تحمل میکنه. شما هم کامدان کنین، شما از ایران اومدین هنوز عادت ندارید به این حرفای لس آنجلسی. ببین آقای دلجو ماشاءالله چه ناز و خوشگل نشسته، همش هم داره شما رو دل شما، ولی ناراحتی ها نه، میگی ناراحت نیستم، ناراحت شدی. درود بر تو عزیزم، درود بر تو نازم. خدمت عرض کنم که این برنامه که 50 چند قسمت 46 قسمت در خدمتتون بودیم، باور کنید که 5 روز هفته وقت میگیره این 3 ساعت 3 برنامه‌ای که روزم تکرار میره، واقعا 5 روز وقت میگیره. حسینی باید زندگی کنه، فرزان باید زندگی کنه، حامد باید زندگی کنه، رضا کیهان باید زندگی کنه، دروی باید زندگی کنه، سمیرا باید زندگی کنه، سینا باید زندگی کنه، پدرش، مادرش، زنش، خواهرش، برادرش، خونه های متعدد میگرده. اگر من خودم اینجا ایستادم، باور کنید من دستم میکنم تو جیبم، یه فیلم درست کنم، یه ویدیو درست کنم، یه تئاتر درست کنم، راحت میتونم زندگی کنم. بله. راحت میتونم زندگی کنم. اما به عشق شما در این 30 ساله، 30 سال در خدمت شما هستم، در مقابل دوربین پیر شدم. نمیشی تو الان عصبی نه نه در مقابل دوربین پیر شدم، خبیده شدم. به هر حال سلام بر شما جونم، بفرمید. اینه قبول میدید؟ سلام، بفرمید، بفرمید جانم. سلام عرض کردم. سلام. سپاسگزارم زنگ زدید. قرار از تلفنم. الو. جانم. آقای دلجو. جانم. بی نهایت زحمت میکشید. حسینی عزیز. من به خودم ازتون تشکر میکنم. لطفاً. عراضیت این افراد گوش نکنید. نه. زحمت خودتون رو همه قدر دادن. قربونتون دست بوسم. ما اصلا به خدا دنبال اینم نیستیم. من ببخشید خورده، من اصلا کار منم هنوزم با حسینی عزیز مخالفم. میگم فرزان مکرر امتحانم کرده است، آدم نمیگردم. منظورش کلا این بود. نه هیچ وقت تلفن نکن. آقا مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ مردم چی نمیگن؟ نگاه کن. خدای نکرده یه موقع از بزرگتر تصمیم ناجور بکنیم مثل همون شاخ به شاخ شدن خدای نکرده یه بله سرت بیاره خانواده‌ت می‌خواد چیکار کنن والله هیچ چی دیگه چیکار می‌خواد بعدش خودت کجا در بیاره خانومه الان بیمه شما من خودم خدامو می‌کردم بردی 54 هزار تومان پول بیمه می‌دم از اونورم چی بگم والله یه چیزی گفتی که نمی‌دونم چی بگم هیچ باید کار کنم باید کلفتی کنه. دیپلم داره، سواد من اگه این لیسانس داره، داره کلفتی کنه. ولی خب احتیاط خیلی میکنم، خیلی احتیاط میکنم، آروم میرم، لایی نمیکشم. اصلا الان من میتونم از پیاده رو برم، من این نمیرم. دلیلش اینه که موتوری ها اومدن کار رو خراب کردن. یه تعداد موتور سوار بچه های پایین شهر، خودم از پایین شهرم، ولی
موتور سوار اکثرا بچه پایین شهره، یعنی بچه بالا شهر موتور سوار نمیشه به هیچ عنوان، میترسه. بعد بچه پایین شهر هم 99% یه کمبودی دارن، مثلا خود من، خودم مثلا میگم اه یه دختره چه خوشگل مانتوی کوتاه فلان 200 داره بلندش کنه، میرم یه زیر جلو 200 آینه شو بزنم بزنم دختره بیا سوار موتور من شه، 100 سال سوار نمیشه. ولی همینی که مثلا یه عقده‌ای در درون ماه مثلا بریم مثلا جلو 200 مثلا یه بوقی هم واسه دختره بزنیم، این شده به خاطر اینکه میگم موتوریا اینه. سلام بر شما، بفرمایید عزیزم. جونم الو بفرمایید. الو جانم ببخشید پشت خط موندید، به خاطر اینکه داشت یک برنامه پخش میشد، به همین خاطر ما از شما خواهش کردیم که صبر کنید، اگه میخواین رو آنتن گفتید میخواین رو آنتن حرف بزنید، در خدمتیم، بفرمایید. بله کاملا درسته. من خواستم بگم که حالا 10 نفر 20 نفر از آقای حسینی تعریف کردن، اوکی، یکی اومده یه انتقاد کرده، این اشکالی نداره، مسئله نیست. انتقاد نکردن خانم، نه ببین ما اصلا به شما یه خواهش ازت دارم، من حرفت قبول رو چشمم، فقط خواهش میکنم باشه توضیح بدم. بله. اگر انتقاد کنن من اشکاله، تیک اندازی در تو جامعه ایرانی یه فرهنگی داره، تیک میندازیم یعنی اینکه من باید پاسخ بدم، کارکتر من همینه، یعنی من تو ایران همینجوری بودم، درگیر شدم با یک آخوند رو آنتن، اصلا همینجوریم، ذاتم اینجوریه، من اعتقاد دارم باید حرفمو بزنم، تخلیه شدم الان منم تخلیه شدم، ولی میتونم پاچه خاری کنم اینجوری بشینم؟ نمیتونم. ایشون یه تیکه انداخت، من پاسخ دارم. اگر انتقاد کنه آقا برنامه‌تون اینجا شیراد داره، میگیم خب ضعف مالی بوده یا ضعف کاری بوده یا سواد این کارو نداریم، چش بعض برنامه میتونید زای بزید، فرصت واقعا دارید. آقا حسینی وقتی که راننده کنترلش از دست میده چی میشه؟ تو خدا مواظبه، نه تنها مواظب رانندگیون باید باشیم، مواظب راننده های دیگه هم باشی، وگه وایستادیم کنار خیابون نگاه میکنیم به این صحنه که هشداری برای هممون. خانم آقایم مهمان ویژه نگاه کنه، این راوی زد چند نفر لطپار کرد با بی احتیاطی این نیسان، اینجا دیگه از اینجا که دیگه کاری نمیتونست بکنه، از اونجا که تو می نکنه اینجا ترمز زد دیگه نتونست کنه، چیکار می‌خواست بکنه؟ خب اصلا از دور بهت ببینه دیگه آقا. آره ولی اینجا جو میگیره کلاس، ببین چی اومده ای داد، یه 18 20 نفر لطپار کرد، فکر کنم مسابقات نیسان عزیزم مسابقه نه بچ شاید اینجوری بوده. خب خدمتتون عرض کنم که در سعی در پرداخت و ساختار در فرصتی سیزن دوی برنامه میهمان ویژه، همونطور که حسینی عزیز گفتن خیلی لطف کردی در این 90 شب که در خدمتتون بودیم، 90 شب برنامه‌ای در است، 90 شب برنامه‌ای، چون این برنامه‌ای که سه روز در خدمتتون زنده هستیم 115 شب، 115 شب در واقع، چون 4 15 شب حساب نمی‌کنیم دیگه. خدمت آقای حسینی، اون چیه که یه دفعه میاد تو جون آدم؟ از کجا میاد این؟ اصلا عبالا میاد، عبالا از اون بالا کفتر میاد، یک دانه دختر میاد، نه خالش کن اصلا پایین میاد، از پایین یه دانه دختر که پایین نمیاد، پایین نه اصلا هیچ چه نمیاد، اصلا میاد تو وجود آدم، اصلا کفتر تو وجود آدم نمیتونه، آقا کفتر اصلا نیست، آقا کفتر نیست، رو کفتر نیست، یه حسیه خب که با ه شروع میشه، با ه شروع میشه، هیله است، نزدیک شدی باریکلا، حوله دور شدی است، از این حال با چه هیه؟ با هی دو چشمه، با هی دو چشمه، هووه از اون بالا کفتر می آید، مرد هوو داره آقای حسینی، الان مردا که هوو داره نه ممکنه هم نمیدونه، نه زن مرد واقعا نداره. آقای حسینی تو الان هوس کردی؟ هوس 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 چیه؟ هوس یه قسمته، خب سه هزار مرتبه شد که یه چیزی یه قسمته، حالا الحمدلله که این یه قسمت خودش سه قسمته، آه یعنی به سه قسمت تقسیم میشه، هوس دنیوی، بله، هوس اخروی، آها، هوس عرفانی، آها، هوس دنیوی اخروی، دنیای چیه؟ هوس دنیایی اینه که شما هوس میکنی خیار بخوری، بری ماشین بخری، این پولت از این بیشتر باشه، خونت از اون بهتر باشه، دنیاویه، آره، یه تیکه بندازیم بریم، آها آها، این دنیاوی. خب هوس اخروی چیه؟ هوس اخروی هوس
خوبیه ولی بازم خرید و فروشه. این کارو کنیم به این پول بدیم که بریم اون دنیا چهار تا حوری بیشتر ماچ کنیم. ای اخرویه این حوست هم بالا. یه پولی به این میدیم که خدا اون دنیا به ما دو تا قلمان بده، خونه گشاد با بهره، با بهره هم میخوایم بدبختی. یعنی با این امید و نیت که اونجا به اون پس بده. یعنی اصلا به امید چیه داریم میدیم که پاداشش رو بگیریم. آها خب حوست عرفانیش که اینجا خواجه عبدالله انصاری میگه من بهشت رو به دیدار تو میام، تو توش نیستی حوری و قلمان چه سود. آها. یعنی اصلا کل بهشت و جهنم از نظر عرفان میره زیر سوال، این میشه هوس عرفانی. آها. یعنی تو به نیت خوشحالی، به نیت دلشاد کردن دل کسی رو نشکنی. آها. اگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، یعنی عرفانی یعنی که تو به یکی کمک میکنی خاطر فقط خدا. می بخور منبر بسوزان مردم آزاری نه، به اونی که کمک میکنی تفت صورتت هم کرد. آها. تو برای خدا میکنی عرفانیه. آره عرفانیه که من این درجه رو نرسیدم، وگرنه این آقا که توف کرد تو صورت ما سکوت میکردم. نه نرسیدم. بفرمایید عزیزم. جونم بفرمایید. سلام. بفرمایید عزیزم. الو شبتون بخیر آقای فرزان دلجو و آقای حسینی. سپاسگزارم زنگ زدید. از صبح مردم خیلی قشنگ شعار میدن. از تمام بینندگان شما که اینقدر از برنامه های شما تعریف میکنن خواهش میکنم اگر 10,000 نفر نفری 10 دلار به حساب شما بریزن میشه 100,000 تومان. 100,000 دلار. پس این که شعار میدیم که برنامه‌تون فوق‌العاده است، این فقط شعار متأسفانه. ما برنامه شما رو دوست داریم. یه حساب بانکی باز بفرمایید. نفری 100,000 نفر، 10,000 نفر، نفری 10 دلار. آخه قربونت. 100,000 نفر نفری 20 دلار بریزن. هم آقای حسینی هم تلویزیون شما برنامه‌تون پا بر جا میمونه. ما لذت میبریم. خود خدا مردمایی اینقدر شعار ندید. قربون شما برم. دیروز مرسی عزیزم. نازنین. از تمام بینندگان عزیز که پشت خط موندن عذرخواهی می‌کنیم. باز برنامه این ساعت هستی با تو خواهیم داد. نگاه می‌کنیم آقای حسینی به بدون شهر. نه چه چهره روز. چهره روز دیگه. هر کی که چهره شما گذاشتیم امروز. به به. شما ایداد ما نگاه می‌کنیم چهره روز. بله تصویری که مشاهده می‌فرمایید پرزیدنت نیو پرزیدنت هستن که تشریف آوردن. من با پرزیدنت کاری ندارم چون اطلاعات زیادی راجع به این آدم ندارم. الان اون آدم سمت راستم کاری ندارم، اون بدبختم که تازه داره میاد تو تصویر با اونم کاری ندارم چون اونم تازه داره میاد نمیدونه چه خبره. من فقط با این آقایی که دست ایشونو ماچ کرده کار دارم که پاچه خاری تا چه حد این دست ماچ کردن چه این بود درست میکنن دیگه خراب میکنن عرفان. آخه بدبختی اینه که عرفان وقتی نمیفهمیم همین مشکل. دست بوسی عرفان دست انسان کامله، یعنی یک دست بوسی یک استعاره ایه، یعنی هدف چیز دیگه است. اصلا من فقط مشکلم با این آدمهایی هستن، این 3% جامعه ایران هستن که اینجوری ماچ میکنن. بله و اعتقادم نداره واقعا و اعتقادم نداره اعتقاد. و این ماچ این آدم‌ها اگه این روحانی هم آدم خوبی باشه 3 شب دیکتاتور خرابش میکنن. بله بله خراب میکنن خودم. من نمیگم آدم خوبیه نمیگم آدم بدیه، فقط میخوام بگم من مشکل فقط با اون پاچه خاری اون آدم است. حالا مال هر جایی میخواد باشه. باز نگین حسینی عصبانی شدی. من اصلا عصبانی نیستم. من فقط ناراحت این ماچه زیاد از حد و تعظیم. یه بار دیگه عکس میتونی پخش کنی این تعظیم کمر تا اون حد. به خدا اگر این مرد مقابل زنش اینجوری برخورد کنه زنش فرشتوار داره این میچرخه. بله این اگر کار. دست پدر مادرش اینجوری ماچ کنه به خدا قسم جاش جو بهشت اگه با این پاچه خالی رکوع هم اینجوری نمیره این آدم. نه نگاه بکنیم به بدون شهر. یاد گرفتم بالاخره آخر برنامه. بله بدون شهر نگاه اگر فرزان گفتی این عکس چه تفسیری داره به جز اینکه این آقای رحیم مشاور آقای رئیس جمهور گوشی سنگینه، یعنی این یه پیامه. اون آقا هم داره در گوشی صحبت میکنه. آره اون در گوشی داره صحبت میکنه منظور اینه که موزیه. نمیدونم نه من شک نذارم. نه ولی داری میگی دیگه میگی چرا یواشکی حرف میزنی؟ حتی من از آقای حسینی ولی پیام اصلی این عکس بدون شر یه چیز دیگه است. داره نشون میده که اون وسطیه چه گاگولیه.
زب گل زب گل اگه منطق نیوردن بگو نیوردن داره نشون میده جونه تو بذار رو عکس آمد داره نشون میده به جونه داره نشون میده این احمدی نژاد رئیس جمهوری بوده که یه گوشش در بوده یه گوشش دروازه که این وریه تونسته حرف از این گوش بزنه اون وریه از گوش راست احمدی نژاد شنیده آها آقای احمد باریکلا برای کار دست را میدی خب مرسی تلفنم جواب میدی سلام بر شما کوتاه مختصر بفرمایید جانم عزیزم سلام بر شما شبتون بخیر سپاسگزاریم زنگ زدید در خدمتتون جونم تمنا میکنم من باور کنین اول برنامه‌تون ندیدم شایدم برای اولین بار باشه که اصلا به یه تلفن به رادیو تلویزیون تلفن زده باشم فقط اینو میخوام بهتون بگم که جمهوری اسلامی واقعا میخواد ماها جا بزنیم و نمیدونم چی گفتن شما تحت تاثیر قرار گرفتین یا به هر دلیلی فقط باید در مقابل اینا ایستاد چون اگر ما نایستیم چی میخواد در مقابل اینا مقاومت کنه ما کجا سر میزنید بانو مزاد من از کانادا خیلی باید خیلی لطف کردین که محبت کردید 46 تا برنامه رفتیم هدف اصلی ما پخش صدامون در داخل ایران ببینیم ما دو سه تا مشکل گنده داریم نگاه اصلی ما پخش برنامه ما به داخل ایران برای ملت داخل ایران شما بزرگوارا اینجا اینترنت دارین همه چی دارین سیستمتون مشخصه اطلاعات هم ماشاءالله توی گوگل و اینا سرچ میکنین اطلاعات دارین یک سری ایرانی ها به اینترنت یه سری که نه 85% 90% اینترنت ندارن با همین آنتن میتونیم ما حرفامون رو بهشون بزنیم نگاه برنامه ما هم نگاه داخل ایران یکی از مشکلات گندمونه که به این فرم میگفتن آقا شلیک کن فرمانده گفت به هزار دلیل کمک نکن امیدوارم که بتونیم این صدا به ایران برسیم سلام بر شما آخرین تلفن رو میگیریم بعدا بعد از برنامه زنگ میزنید در خدمتتون هستیم جانم بفرمایید سلام علیکم آقای دلجو آقای حسینی سپاسگزاریم زنگ زدید مرسی که ببخشید من الان به تلویزیون روشن کردم این برنامه داره قطع میشه من نمیدونم نه پایان سیزن اوله بله 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 داره قطع میشه ایشون میگه پایان سیزن اوله در اصل ولی ما داریم میگیم قطع داره میشه قطع بله واقعا قطع شده جونم در خدمتیم برای چی آخه دلیلش چی هست دلیلش اینه که اولا که 46 تا برنامه ما رفتیم دوم اینه که برای ساخت برنامه و شرایطش خود به هر حال ما تمام تلاشمون رو واقعا در تا اینکه در چنته داشتیم گذاشتیم ما برنامه 67 سنت درآمد داشتیم از این یعنی 45 دقیقه بعدش هم شرایطش اینه که بعد وقتی یه برنامه پخش میشه بعد یک سری عوامل هم داشته باشیم که بتونن کار کنن یعنی سخت واقعا 5 روز وقتمون گذاشتیم اینجا بعد 567 سنت درآمد داشته باشیم بعد کارهای دیگه مون همه خابیده واقعا یعنی اینکه یعنی یه برنامه 5 روز وقت ما رو گرفته سودی نداشته ولی فقط سودیش این بوده که شما شاد شدین بله. و ما رو چشمون بله. قول هم دادیم واقعا هم کسی عزیزم یه ثانیه لطفا من دقیقا یه مقدار دست چه شدم که من دوست دارم این برنامه واقعا ادامه داشته باشه ما بله. چه کاری از دستمون برمیاد بعد از برنامه زنگ بزنید چون برنامه تموم شد یه 5 دقیقه در خدمتتون هستیم چون درود بر شما در شما مرسی مرسی پایین برنامه امشب امروز خانم آقایان از فرزان دلجو سپاسگزاریم از حسینی سپاسگزاریم توی مدت از شما بینندگان اگه حرفی زدیم من یه خورده تند حرف میزنم عذرخواهی میکنم باید تربیت شد میگه به هر حال نفسم نه حواس درونیم برق آگاهی ما توجه شما رو جلب میکنیم به این خبر که نمایش استریپتیز خانم آقایان برای اولین بار یک اتفاقی در عالم تئاتر داره میفته به هر حال کار عجیب غریبی یعنی سری کار عجیب غریبیه که از پاییز امسال با حضور حسینی با حضور خود بنده و چهره های سرشناس هنر درون و برون از کشور در خدمتتون هستیم یک نمایش ویژه یک کمدی پر از نکته و پر از حرف و پر از سخن که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره در گوشه کنار آمریکا کانادا و از بعد از چند ماه که در خدمتتون بودیم تور اروپایی آغاز خواهد شد به هر حال خوشحالیم در خدمتتون هستیم حتما بعد از برنامه زنگ بزنید ببینیم چیکار میتونیم بکنیم که شکل شیوه تازه‌ای بدیم به همین میهمان ویژه اگر در خدمت شما بتونیم باشیم و بتونیم خیلی لطف کردید که بیننده ما بودید ازتون سپاسگزاریم خیلی محبت کردید خیلی محبت کردید از کسانی که پشت خط موندن در این تاریخ تو این فضا تو این شرایط
عرضم حضور شما که من فقط یک جمله کوچولو بگم و اون اینکه تا واقعا زورمون رو زدیم توان 46 تا هم رفتیم دیگه، 46 تا سیزن یکیش دست تموم شده دیگه، یعنی واقعا اگه ما می‌خواستیم 52 تا مثلا بریم بعد سیزن 2 رو شروع کنیم، ولی متأسفانه چند تا زودتر قطع شده. از اینکه اینقدر لطف داشتید بله. واقعا ممنونیم و به هر حال خیلی از فرزند دلجو از میستون میکنیم خلاصه دیگه میستون بله 100 درصد دوستتون دارید شما برم بعض برنامه خدمت هم اگر من بی احترامی کردم نه من واقعا نمیدونم من ذاتم اینجوریه شور حسینی میگیره تو حسینی تو ایران همینجوری بودم آخه عوض نشدم خب نبود درست چی دیگه هستم یعنی هنوز آدم نشدم شب نه شب بخیر بگیم شب بخیر به شما تا صحبت با شما میکنیم بعض برنامه خدمت هستیم شبکه مرسی 2400 در خدمت شما هستیم پاسخگوی تلفن های شماست با حسینی عزیزم فعلا در میده خونهش خانمش قرنه سبز به به عقل و دل و ساس کنیم از اول آغاز کنیم بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم بریم به اول حبیب و بیمار بشین به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم اما رفیق راهیم